سلام و درود تو این جلسه قراره که در رابطه با باتری ها و منابع تنظیم با هم صحبت کنیم و ببینیم که برای هر پروژه بهتره از چه نوع باتری و یا چه نوع منبع تغذیه‌ای استفاده کنیم دسته اول باتری غیر قابل شارژ هستن که هممون میشناسیم می‌شناسیمش باتری کتابی قلمی نیم قلمی یا حتی باتری سکه‌ای که اینجا که تصویرش رو نداریم باتری های کتابی اکثرا ولتاژشون 9 ولته حالا توی جریان های مختلفی بسته به برند باتری تولید میشه باتری های نیم قلمی و قلمی هم که جری... ولتاژشون یک ولته و اون هم توی جریان های مختلفی تولید میشه اما تا نکته که وجود داره رو هیچ کدوم از این باتری ها جریان مصرفیشون رو نمیزنه و شما اگر جریان مصرفی خیلی خیلی براتون اهمیت داره بهتر برید سراغ باتری های مرغوب مثل کملیون دراسل یا بارتا که باتری شناخته شده ای هستن توی زمین الکترونیک باتری بعدی که میخوایم باشون آشنا شیم باتری های خشک هستن که به اسم باتری اسیدی یا باتری های اتمی هم شناخته میشن این باتری ها رو اکثرا ما توی وسایل نقلیه مثل خودروها یا موتورسیکلت یا حتی کامیون ها دیدیم نکته ای که وجود داره اینه که این باتری ها هم توی اندازه های مختلفی تولید میشن توی ولتاژها و جریان های مختلفی از 6 ولت تا 24 ولت ما این نوع باتری ها رو داریم نکته بعدی که راجعش وجود داره وزنشون هست این باتری ها به شدت وزن سنگینی داره و خیلی کم پیش میاد که توی وسایل الکترونیکی که روزمره ازشون استفاده میکنیم مثل ساعت تبلت موبایل لپتاپ ازشون استفاده بشه و استفاده کردن از اینا توی این وسایل منسوخ شده و بیشتر اینا رو شما توی همون وسایل نقلیه میبینید نکته بعدی که راجع این باتری ها وجود داره قابل شارژ بودنشون است و شما میتونید باتری ها رو شارژشون کنید و حتی یه جاهایی میتونید احیاشون کنید یعنی به یه نقطه ای میرسه باتری که دیگه نمیشه شارژش کرد شما میتونید با تزریق کردن یه سری مواد این باتری ها رو احیا کنید و دوباره ازشون استفاده کنید که دیگه اون کاربرد قبل نداره براتون باتری های بعدی باتری های لیتیوم یون هستن ما دو دسته باتری داریم که توی زمینه الکترونیک بسیار بسیار, بسیار پرکاربرد شدن باتری های و لیتیوم پلیمر که هر دوشونو راجعشون صحبت میکنیم و تفاوتشون رو نسبت به همدیگه بحث میکنیم راجعشون باتری لیتیوم یون توی شکل های مختلفی تولید میشن دسته اول شبیه باتری های نیم... باتری قلمی هستن متا هم جریان و هم ولتاژ ذخیره شده توی این باتری ها نسبت به باتری قلمی بیشتر هست اکثرا باتری ها 37 دهم ولت جریانشون هم هست دیگه از هزار میلی آمپر, هزار آمپر داریم تا 2800 میلی آمپر و حتی بیشتر ما این جریان ها رو داریم این باتری رو شما معمولا توی لپتاپ ها توی گوشی های موبایل یا تو اسباب بازی ها مثل هلیکوپتر ها مثل ها یا حتی ماشین های کنترلی میبینیدش نکته که وجود داره این باتری اینه که این باتری قابل شارژن نسبت به باتری های دیگه وزن کمتری دارن و متو خب یه مقداری اون ذخیره جریانشون کمه و خیلی زود شارژو خالی میکنن براتون مثلا مثلا باتری دسته دیگه باتری لیتیوم پلیمر هستن باتری لیتیوم پلیمر هم دوباره تو هم وسایل الکترونیکی مثل لپتاپ و گوشی موبایل استفاده میشن اما تا نکته که وجود داره اینه که یه سری تفاوت‌ها با باتری لیتیوم یون داره چه تفاوتایی باتری لیتیوم یون نسبت به باتری لیتیوم پلیمر یه مقدار قدیمی تر هستن میشه گفت باتری لیتیوم پلیمر نسل جدیدی از باتری حساب باتری نسبت باتری لیتیوم پلیمر هزینه کمتری دارن یعنی شما خیلی ارزونتر میتونید به باتری لیتیوم یون نسبت به باتری لیتیوم پلیمر تهیه کنید نکته بعدی که وجود داره خب از اون طرف باتری لیتیوم پلیمر توی شکل ظاهریشون هیچ محدودیتی ندارن شما میتونید با هر ظرفیتی که خواستید و هر شکلی که خواستید باتریتون رو به شکل یک استوان مربع مثلثی فرقی نمیکنه شما میتونید به هر شکلی که خواستید با هر باتری لیتیوم پلیمرتون رو طراحی کنید و بسیار انتاب فضیل توی تراحی شکلیش ولی باتری لیتیومیون این شکلی نیستن نکته بعدی که وجود داره باتری لیتیومیون در بر برابر حرارت بسیار واکنش نشون میدن و اگر بیش از حد گرم بشه ممکنه که آتیش بگیرن یا حتی منفجر بشن که حالا یه مدر گوشی سامسونگ اینجوری بودن و ویدیو شما رو توی فضای مجازی پر شده ولی باتری لیتیوم پلیمر به خاطر اون بدنه آلومینیومی و اون لایه نازک آلومینیومی میزنن نسبت به حرارت مقاومت خیلی بیشتری داره و خیلی 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 کم پیش میاد که این اتفاق براش بیفته و باتری لیتیوم پلیمر نسبت باتری لیتیوم نشتی داخلی کمتری دارن به این معنی که شما فرض کنید یک باتری لیتیوم یون دارید یک باتری لیتیوم پلیمر این دو تا باتری رو کامل شارژ میکنید و بدون اینکه ازش استفاده کنید میذاریدش یه گوشه نشتی جریان داخلی یعنی که آقا، این باتری وقتی هیچ کاربردی نداره به مرور زمان شروع میکنه جریانش و اون مقدار شارژی که داخلی ذخیره شده ای کاهش پیدا کارش کاهش پیدا میکنه کاهش این اتفاق توی باتری های لیتیوم پلیمر با سرعت کمتری میفته تا باتری لیتیوم یون یعنی خب باتری لیتیوم یون خیلی سریعتر شارژ ذخیره شده خودشونو تخلیه میکنه نسبت به باتری لیتیوم پلیمر اینا نکاتی هستن که بعد در رابطه با باتری لیتیوم یون و لیتیوم پلیمر در نظر بگیرید حالا شما وقتی میگید یک گوشی یک یک لپتاپ بخرید حالا لپتاپ های مختلف هم داخلشون باتری لیتیوم یون ساخته شده گذاشته شده هم لیتیوم پلیمر بستگی به اون کاروردی که شما میخواید از لپتاپ بکشید بعد به این موضوع توجه کنید که آقا لپتاپ من باتریش لیتیوم یونه یا لیتیوم پلیمر همونطور گوشی موبایل یا وسایل دیگه که ازشون استفاده میکن روش دیگه تامین برق یک وسیله استفاده از آداپتور. خب آداپتور اینجوریه که شما وصلش میکنه برق شهری میاد برق AC رو تبدیل میکنه به برق DC و ولتاژ 220 رو تبدیل میکنه به اون ولتاژی که شما میخواد و همینطور جریانی که شما میخواد مطال نشته که راج آداپتور وجود داره اینه که هر آداپتور اون ولتاژی که روش نوشته شده و اون جریانی که روش نوشته شده رو بهتون میده نه کمتر نه بیشتر قابل تغییر نیستش یعنی وقتی شما میگید یک آداپتور 12 ولت 2 آمپر میخرید این آداپتور همیشه 12 ولت 2 آمپر به شما میده نه کمتر میده نه بیشتر تو الکترونیک از این ترانس ها به شدت استفاده میکنیم این ترانس حالا توی اندازه های مختلف و ولتاژها و جریان های مختلفی ارائه میشه ولی نسبت به آداپتورهایی که بالا وجود دارن جریان به شدت بیشتری به شما میده مثلا یه چیزی بین 5 آمپر 6 آمپر یا حتی بیشتر مثلا 15 آمپر من دیدم که بهتون جریان میده حالا این ترانس هم 6 ولتش هست هم 9 ولتش هم 12 ولت و 24 ولتش توی بازار موجوده و شما میتونید ازش استفاده کنید منبع تغذیه بعدی که شما میتونید برای تامین برق رو استفاده کنید منبع های تغذیه متغیر هستن که حالا یه سریشون شبیه به همون آداپتور ها هستن و با این تفاوت که شما میتونید ولتاژ آداپتورتون رو تنظیم کنید و تغییر بدید که حالا نسبت به آداپتور متغیر که میخرید این میزان اون تلرانسی که شما میتونید بهش بدید متفاوته از 0 تا 6 ولت 0 تا 12 ولت تا 24 ولت بستگی مثلا این آداپتوری که سمت راست قرار داره 0 تا دوازده ولت و حالا اگه اشتباه نکنم ولتاژی که به شما میده اینه صفر سه ده ولت پنج ولت اگه اشتباه نکنم شش ولت نه و دوازده شما میتونید رو هر کدوم از این ولتاژی که خاصی بذاری وزش برق برق گیر و استفاده کنید این وسطی هم همینطور صفر تا دوازده ولت شما برق وقتی این که این وسط رو به چرخونی بین ولتاژ مختلف یه نوع دیگه هم منبع تغذیه هست که این منبع تغذیه منبع تغذیه هستن شما میتونید هم ولتاژ و هم جریان مصرفیتون رو روی این کنترل کنید و اگر اشتباه نکنم تا 24 ولت متغیره وقتی شما این اهرم میشه میتونید 0 تا 24 ولت روی هر ولتاژی که خاصی تنظیم کنید و دقیق هم هست مثلا اگه 3 و 1 دهم ولت خاصی یا 5 و 3 دهم ولت میتونید دقیقا روی 5 و 3 دهم ولت تنظیمش کنید و دقیقا هم ولتاژ خروجی ازش بگیرید خب از اینکه که بگذاریم ما توی بازار یک سری افزاینده و کاهنده ولتاژ دارید به چه معنی؟ به این معنی که فرض کنید شما یک سیستمی دارید که یه بخش از این سیستم داره با برق 12 ولت کار میکنید، یه بخش از این سیستم داره با برق 6 ولت کار میکنه خب نمیتونید بیاید دو تا منبع تغذیه دو تا آداپتور مختلف بیاید بذارید برای این دستگاه چی کار میکنید؟ میاد مثلا یک آداپتور 12 ولت بس میکنین، دو تا سیم ازش خارج میکنید از سیم اول اون قسمتی از مدارت که برق 12 ولت داره رو تعمیم کنی از سیم دوم میای میکشی میزنی به این کاهنده ولتاژ این کاهنده میاد چیکار میکنه یه دونه پتانسیومت اینجا روش وجود داره زمانی که این وولتا... پتانسیومت تو شما میچرخونی میاد مقدار ولتاژش رو تا کاهش میده مثلا یه 12 هر چی بچرخونی کمتر میشه 10 9 8 7 ای کاهشش میده تا برسه به اون ولتاژی که شما میخوای مثلا 6 ولت میخوای وقتی چرخوندی رسید به 6 ولت ولش میکنی و اینجا دو تا ورودی و خروجی داره دیگه یه دونه اوت داره یه دونه این داره به این ولتاژ ورودی تو میدی 12 ولت تو میدی ببخشید درسته به این ولتاژ ورودی تو میدی به اوت ولتاژ خروجی تو میگیری یعنی 12 ولت میدی از این طرف مثلا 6 ولت خروجی میگیری دی. و دیگه لازم نیست از دو تا منبع تغذیه استفاده کنی از این استفاده می‌کنی و خیلی راحت کاره راه میفته افسانه دار همین دیگه مثلا 6 ولت بهت میدی پتانسیومتر میچرخونی هر چی به چرخونه 6 ولت رو برات بیشتر میکن. فقط نکته که وجود داره توی این افزاینده و کاهنده شما درسته به اون ولتاژ اون جریان اون که میخوای میرسی یا افزایش افزایشش یا کاهش ولی مقدار جریانتون هم تغییر میده حالا یا کاهش میده یا افزایش میده که نسبت به افزاینده بودن یا کاهنده بودنش بعد بهش دقت کنیم و حتما مهمه که جریان تو اندازه بگیری که اون جریانی که میخوای باشه که اگه کمتر باشه ممکن مدار درست کار نکنه این یه نکته نکته بعدی که وجود داره شما اگر میخواید یک منبع تغذیه متغیر داشته باشی بهترینه که بری یک منبع تغذیه متغیر بخری نه اینکه مثلا بری یه دونه ترانس 12 ولت ثابت بخری بعد بیای بشی یه دونه مثلا کاهنده ولتاژ بزنی هر وقت خواستی کمش کنی چون خیلی کار سختی این پتانسیومتر بعد چندین دور مثلا 50 دور بچرخونی 20 دور بچرخونی تا مثلا یه ولت کم بشه و خیلی خیلی کار سختیه پیشنهاد من اینه که اگر میخواهید منبع تغذیه متغیر داشته باشید برید سمت منابع تغذیه متغیر و از این استفاده نکنید خب این روش های مختلفی بود که شما میتونید با استفاده ازش برق حالا مدار الکتریکی رو تهیه کنید و نکته که وجود داره اینه که حالا توی این دوره شما هم میتونید از منبع تغذیه متغیر استفاده کنید هم ثابت استفاده کنید هم از یک باتری مثلا کتابی نخ بود یعنی که نه مثلا بیه چهار تا باتری قلمی رو به هم سری کنید میشه 6 ولت و از اون استفاده کنید دیگه این بستگی به خودتون داره و کاری که میخواد انجام بدید امیدوارم این جلسه براتون مفید بوده باشه موفق باشید